سه چیزی که مدارس به شما آموزش میدن بدون اینکه متوجه بشید. دوران دبیرستان بود 16 ساله و عصبی بودم. معلم انگلیسیمون به عنوان تکلیف انشای خلاقانه بهمون داده بود. چیزی در مورد دبیرستانی بودن بنویسید. هر چیزی. من داستانی درباره تیراندازی در مدارس نوشتم. با این تفاوت که در داستانم بعد از اینکه فرد تیرانداز توسط پلیس محاصره میشد به جای اینکه به سر خودش شلیک کنه شروع میکرد به آموزش دادن به دانش آموزا و کسایی رو که بدرفتاری میکردن یا از قوانین پیروی نمیکردن میکشت در ابتدا قتلای اون به نظر غیرمنطقی و بیرحمانه به نظر می رسیدن اما هرچقدر سن بچه ها بالاتر می رفت قتل ها منطقی تر می شدن و طوری طراحی شده بودند که بازماندگان رو برای دنیای واقعی آماده کنن. داستان تو مراسم فارغ و تحصیلی به اتمام می رسید. فرد تیرانداز گریه می کرد و دانش آموزانش رو در آغوش می گرفت و به اونها تبریک می گفت و می گفت که چقدر از دستاوردشون احساس غرور می کنه. داستانم نمره افتضاحی گرفت اکثر انشاهای من تو مدرسه همینطوری بودن و همیشه به خاطر دلایلی مشخص این اتفاق می افتاد. همیشه از موضوع انشا خیلی منحرف می شدم. یاد خیلی شخصی بودن و اطلاعات زیادی رو به اشتراک می گذاشتم. نوشته هم گاهی توهینامیز یا عجیب و غریب بودن. مدرسه متقاعدم کرد که نویسنده ای افتزا هم. این موضوع خیلی عجیبه چرا که حالا من نویسنده هرفهیم و نویسندگی شغل تمام وقت منه چش در بیاد آقای جیکوبز جالب اینجاست که مردم به همون دلیلی نوشته های منو میخونن که تو مدرسه به خاطر اون نمره های افتضاح میگرفتم من از موضوعات مرسوم فاصله میگیرم نوشته هام به شدت شخصی هن. اطلاعات زیادی رو به اشتراک میگذارم و داستانام گاهی توهینآمیز یا عجیب و غریبن افراد زیادی محتوای سیستم آموزشی ما و چگونگی آموزش اون رو نقد و سرزنش میکنن من الان دلیلی نمی بینم که به این موضوع بپردازم. من کارشناس یا معلم نیستم. من فقط تو اینترنت متنای احمقانه می نویسم تا مردم تو فیسبوک لایکم کنن. اما برای کارآمدی سیستم آموزش نه به عنوان بستری برای آموزش بلکه به عنوان بستری برای توسعه احساسی اجتماعی ایده دارم. در واحد درسی تحقیقات دو سال گذشته رو به مطالعه درباره چگونگی توصیف خودمون و تأثیر اون بر خوشبختیمون گذروندم مثلا اینکه چرا بعضی از افراد ثبات احساسی دارن و بعضی دیگه نه چرا بعضی از افراد با مستقل بودن مشکلی ندارن و بعضی دیگه نه چرا بعضی سلفی میگیرن و بعضی دیگه نه درباره این مورد آخری هنوز دارم تحقیق میکنم در طول تحقیقاتم بیشتر و بیشتر برام روشن می شد که از لحاظ احساسی تأثیرات چه چیزهایی بر کودک در حال رشد مفید و چه چیزهایی مزره و مدام به مدرسه و موضوعات انشا فکر می کردم. کودکی و بزرگسالی ما زمانی اتفاق می افتن که بفهمیم چطور با جهان اطراف و مردم ارتباط برقرار کنیم. موقعیتی که در اون یاد می گیریم موفقیت چیه و چطور میشه بهش دست پیدا کرد. موقعیتی که در اون ارزش های بنیادی خودمون رو شکل میدیم و برای اولین بار هویت خودمون رو ابراز میکنیم البته مشخصا مدرسه تنها عامل تاثیرگذار در این دوره نیست والدین و همگروهی های ما هم خیلی تأثیر گذارن. اما مدرسه یکی از موثرترین اون هاست. وقتی به مدرسه به عنوان محلی برای آموختن اطلاعات نگاه نکنیم بلکه اون رو جایگاهی بدونیم که در اون در مورد خودمون میآموزیم متوجه میشید درس هایی رو آموختید بدون اینکه بدونید یک متاسفانه میآموزید که موفقیت از تایید دیگران نشأت میگیرد. به نظر میرسه امروزه تو جامعه زندگی میکنیم که مردم بیشتر به مهم جلوه دادن خودشون اهمیت میدن تا اینکه واقعا شخصی مهم باشن به خواهرای کارداشیان دونالد ترامپ 63 درصد از تمام اینستاگرام ورزشکارایی که آلبوم رپ میخونن و تمام اعضای کنگره آمریکا نگاه کنید دلیل مختلفی برای این امر وجود داره اما بخش اعظم اون به این دلیله که هنگام رشد بر اساس استانداردهای مورد تایید دیگران به همون پاداش داده شده یا تنبیه شدیم نه بر اساس استانداردهای خودمون نمرات خوب بگیر کلاس های پیشرفته بگذرون تو تیمای ورزشی بازی کن تو امتحان استاندارد نمرات بالا بگیر اینا میارهایی هستند که نیروی کار کارآمد پرورش میدن نه نیروی کار خوشحال چراهای زندگی بسیار پر اهمیتر از چگونگی های زندگی هن. به این پیام در روند رشد کمتر پرداخته میشه شاید بهترین مبلغ در جهان باشید اما اگه قرص های محرک تقلبی تبلیغ کنید پس استعدادتون برای جامعه ارزشی نداره بلکه مسئولیت داره شاید شما بهترین سرمایه گذار جهان باشید اما اگه تو شرکت خارجی یا کشورهای سرمایه گذاری کنید که سود خودشون رو از طریق فساد و قاچاق انسان به دست میارن بنابراین استعدادتون برای جامعه ارزشی نداره بلکه مسئولیت داره شاید بهترین مبلغ مذهبی جهان باشید اما اگه افرات مذهبی و نجات پرستی رو ترویج میدید پس استعدادتون ارزشی برای جامعه نداره بلکه مسئولیت داره. در دوران رشد هر کاری که انجام اون از شما درخواست شده دلیلی جز دریافت تاییدیه دیگران نداشته هدف فقط برآورده ساختن استانداردهای اشخاص دیگه بوده زمان بزرگ شدن چندین مرتبه این جمله رو شنیدید که چرا باید اینو یاد بگیرم اینکه به دردم نمیخوره از افراد بزرگسال خیلی زیادی شنیدم که نمیدونم چی خوشحالم میکنه فقط میدونم که خوشحال نیستم سیستم آموزش کارایی محور نه هدف محور به بچه ها تقلید یاد میده نه اشتیاق آموزش کارایی محور حتی موثرم هم نیست کودکی که به ماشین ها علاقه داره ساعت ها آموزش ریاضی و فیزیک رو بسیار راحت تر می آموزه اگر ریاضی و فیزیک با علاقش همسو باشن به این ترتیب تمرکز بیشتری روی درسش خواهد داشت و برای کشف موضوعات جدید کنجکاوتر خواهد بود اما اگه در قبال چرایی چیزی که یاد میگیره مسئول نباشه بنابراین چیزی که یاد میگیره ریاضی و فیزیک نخواهد بود بلکه چگونگی تظاهر به آموختنشون خواهد بود تا بتونه شخص دیگه ای رو خوشحال کنه این عادت زشتیه که تو فرهنگ ما جا افتاده و به شکل گیری انسانهایی کارآمد با اعتماد به نفس پایین میانجامه چندین دهی پیش والدین نگران و معلمان سعی کردند با آسونتر کردن دستیابی کودکان به موفقیت برای مسئله اعتماد به نفس چاره‌ای بیاندیشن اما این موضوع باعث وخیمتر شدن اوضاع شد کودکان حالا دیگه نه تنها بر اساس سیستم تاییدیه گرفتن از دیگران آموزش می‌بینند، بلکه تعیدیه در اختیار اونها قرار میگیره بدون اینکه برای گرفتنش تلاشی بکنن تأکید بر کسب موفقیت از طریق عاملی خارجی از تأثیرات دنیای صنعتیه اینکه کودکان رو برای تبدیل شدن به زنبورای کارگر پرورش میدن نه افرادی خوشحال اما این موضوع دیگه معنای نداره تعییدیه عامل خارجی بد نیست و شاید گاهی هم لازم باشه اما دیگه کافی نیست باید نقطه شروع جدیدی وجود داشته باشه باید تو هر مقطعی اهداف شخص وارد آموزش بشن نیازه که چرایی آموختن با چیزی که می همسو بشه مشکل اینجاست که هر کسی چرایی مختص خودش رو داره و سنجش اون امری غیر ممکنه مخصوصا وقتی معلم ها بیش از حد کار میکنن و حقوق کافی هم دریافت نمیکنن دو متاسفانه میآموزید که شکست عامل شرمساری است اول امسال با کسی نهار خوردم که فکرشم نمیکنید وجود داشته باشه اون چهار تا مدرک داشت از جمله یه مدرک کارشناسی ارشد از MIT و یه دکترا از هاروارد تو بالاترین سطح از رشته خودش بود و برای شرکت مشاوره معتبری کار و به تمام جهان سفر می کرد و با مدیر آملا و مدیرای برتر همکاری داشت اون به من گفت احساس می کنه گیر کرده گفت میخواد کسب و کاری رو شروع کنه اما نمیدونه چطوری به این دلیل گیر نکرده بود که نمیدونست چی کار کنه دقیقا میدونست میخواد چی کار کنه اون گیر کرده بود چون نمیدونست کاری که میخواد انجام بده درسته یا نه اون گفت در تمام طول زندگیش استاد این بوده که کارهای درست رو با اولین تلاش انجام بده این روشیه که در اون مدرسه ها و شرکت ها بهتون پاداش میدن اونا به شما میگن چه کاری رو انجام بدید و شما شاهکار میکنید و اون همیشه شاهکار میکرد اما وقتی کار به خلق چیزی جدید انجام کاری خلاقانه و قدم گذاشتن به ناشناخته ها می رسید نمی دونست چطور عمل کنه و می ترسید نوآوری به شکست نیاز داره و اون نمی دونست چجوری شکست بخوره اون تا به حال شکست نخورده بود مارکوم گلدول تو کتابش به نام داوود و جالوت تو یکی از فصلها می نویسه چطور تعداد زیادی از افراد به شدت موفق مشکل نارساخانی دارند و مدرسه رو ترک کردن. نارساخانی به اختلالی در افراد گفته میشه که تو خوندن یا گاهی نوشتن اونها مشکل ایجاد میکنه. گلدول توضیحی ساده ارائه میده. اون میگه اینا افراد با استعدادی بودن که به هر دلیلی مجبور شدن در مراحل اولیه زندگی با شکست خوردن خوب بگیرن و احساس راحتی کردن با شکست به اونها اجازه داده ریسکای بیشتری بپذیرن و فرصتهای رو غنیمت بشمارن که دیگران معمولا قادر به دیدن اون فرصتها نیستن شکست به ما کمک میکنه اصلا اینجوریه که یاد میگیریم شکست در تقاضای کار به همون یاد میده که متقاضیای بهتری باشیم. شکست تو روابط به همون یاد میده که شریک بهتری باشیم. عرضه محصولات و خدماتی که گن میزنن به همون یاد میدن محصولات و خدمات بهتری ارائه بدیم. شکست راهی برای رشده. اما ما همچنان دائما به مغزمون القا میکنیم که شکست غیر قابل قبوله که اشتباه کردن شرماوره که شما فقط یه شانس دارید و اگه گن بزنید دیگه تمومه مردود میشید تمام اما زندگی اصلا اینطوری نیست سه متاسفانه میآموزید به قدرت متکی باشید یه وقتی ایمیل های از خواننده هایی دریافت میکنم که داستان های زندگیشون رو برام ارسال میکنن و از من میخوان به اونا بگم چی کار کنن موقعیت اونا معمولا به شدت شخصی و پیچیده است پس معمولا جواب من اینه نظری ندارم من این افراد رو نمیشناسم نمیدونم چه شخصیتی دارن ارزشاشون رو نمیشناسم نمیدونم چه احساسی دارن اهل کجا هستن من فقط کسی هستم که تو اینترنت نوشته های منفور می نویسم تا تو فیسبوک لایک بیشتری بگیرم من از کجا بدونم فکر میکنم اکثر ما از اینکه کسی رو نداشته باشیم که به همون بگه چی کار کنیم میترسیم اینکه به شما گفته بشه چی کار کنید حس خوبیه بهتون حس امنیت میده چون آخرش دیگه احساس نمی کنید که مسئولیت کامل سرنوشتتون رو بر عهده دارید شما فقط نقشه بازی رو دنبال کردید متکی بودن به قدرت مثل تمرکز کردن روی روند اجرا به جای هدفه موضوع که متأثر از تاریخ صنعتی ماست فرمان برداری تو صد یا دویست سال پیش ارزش اجتماعی مهمی محسوب میشد شد و برای پیشرفت جامعه الزامی بود امروزه فرمان برداری کورکورانه بیش از اینکه راه حل باشه مشکل سازه تفکر خلاقانه رو میکشه تقلید توتیوار رو تقویت میکنه و به ایجاد اطمینانی پوچ می انجامه. این موضوع مزخرفات تلویزیونی رو رو آنتن نگه می‌داره. اما این به این معنا نیست که قدرت همیشه مزره و به این معنا هم نیست که قدرت هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. قدرت همیشه وجود خواهد داشت و برای جامعه ای با عملکردی کارآمد مفید لازمه. اما همه ما باید بتونیم تو زندگیمون قدرت رو انتخاب کنیم. تبعیت از قدرت هرگز نباید اجباری و کورکورانه باشه. حالا میخواد واعظ رئیس معلم یا بهترین دوستتون باشه هیچکس به اندازه خود شما نمیدونه چه چیزی براتون خوبه و اگه به کودکان اجازه ندید خودشون به کشف این حقیقت برسن بزرگترین اشتباه رو مرتکب شدید